یک تیم از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال اجرای مأموریت در داخل ایران هستند. در چند روز آینده میزان همکاری رژیم ایران سنجیده خواهد شد. یوکیو آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جزئیات این بازدید را تشریح می‌کند. هدف از مأموریت بازرسان طرح تمامی موضوع‌های حل نشده می‌باشد. به طور مشخص ما می‌خواهیم تا موضوع‌هایی که مربوط به ابعاد نظامی برنامه اتمی رژیم ایران هستند را روشن کنیم. ما امیدواریم که این رژیم به طور فعال با ما همکاری کند. فضا در حال حاضر بسیار متشنج می باشد. کشورهای غربی مظنون هستند که رژیم ایران دارای یک برنامه تجهیزات اتمی می باشد. آنها تحریم های آزاردهنده ای را علیه این رژیم اعلام کردند. این یک افزایش چشمگیر و یک افزایش عمده در فشار مشروع و مسالمت‌آمیز روی رژیم ایران است. در حالی که فشارها روی رژیم ایران افزایش می‌یابد، آیا فشارها روی بازرسان افزایش می‌یابد؟ آیا شما انتظار مشکلی در این رابطه را دارید؟ هدف این سفر این هیئت حل و فصل مسائل باقی مانده و سوالات پاسخ داده نشده است. البته نمی‌شود که این مشکلات را یک روزه حل کرد، ولی ما گفتگوی خودمان را ادامه خواهیم داد. در ذهن شما مهمترین و اولویت دارترین موضوع باقی مانده چیست؟ ایران مشکل این است که ما مطمئن نیستیم که رژیم ایران همه چیز را علنی کرده باشد. ما مطمئن نیستیم که تمامی فعالیت‌ها در ایران دارای هدف مسالمت‌آمیز باشد. در این رابطه ما اطلاعاتی داریم که رژیم ایران درگیر فعالیت‌های مربوط به تولید و توسعه تسلیحات اتمی بوده است. رژیم ایران باید از قوانین ایمنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تبعیت کند، ولی ایران به عنوان یک کشور بدون تسلیحات اتمی مجاز به داشتن فعالیت‌هایی با ابعاد نظامی نیست.